این ویدیوی دوم هست از شخصیت شناسی مشتریا برای اینکه بتونیم ارتباط مثبتی باشون بگیریم اگر ویدیوی شماره یک رو ندیدین لطفا ویدیوی شماره یک رو اول ببینید اما در مورد این اهمیت شخصیت شناسی شخصیت تایپ دی رو براتون گفتم مدیرای مختدر و اینکه میتونیم با شناختن مشتری، ایجاد حس مثبت و حس بهتری رو در مشتریمون انجام بدیم تا به ما اعتماد کنه و استدلالای ما رو بپذیره خیلی تاثیر داره. تیپی که میخوام براتون بگم تیپ آی هست. شوختب و پر حرف از این مشتری ها داشتیم تیپ ده شستی ها میگن و میخندن و تو اصلا سلام نکرده داستان سربازیشو برات تعریف میکنه و معلم ریاضیشون چه شکلی بوده و تو راه مرسه با کیا دواش میشده و خانومش چه جوری اخلاقش چقدر زنزلیله یا حرف حرف منه و همه کارشو همه رو دوست داره تو راه سرویس برای تو تعریف کنه اینجور مشتری ها سرویس سفتن خیلی باشون با مزه میده و در عین حال مشتریایی هستند که خیلی زود جوشن، شوخ طبعن، باهات بر میخورن این کاری میکنن که تو حس بدی نداشته باشی در سرویس دادن، در معرفی ملک مسائلشون هم با شوخی و مطلق بهت میگن نه بابا این خونه به درد این ما نمی اونطوره اینجا نمیدونم مرغ سرد در نمیکنه اینجا نمیدونم گربه میش میشنوی از این حرفا توی این کار توی اینجور مشتری ها بچه ها کلید اینه که شما هم رفتار صمیمی داشته باشین. ولی اگه اون 100 شوخی می‌کنه شما 40 شوخی کنین، 60 درصد کمتر. اگه اون دو تا جوک گفت شما جوک گف نگی، ولی اگه 4 تا گفت شما هم یه جوک بگین. میدونی حرف منو؟ اگه ده تا خاطر تعریف کرد شما 4 تا خاطر تعریف کنه. نمیدونم به لحاظ ریاضی نمیشه رفتار و کلماتو گفت، ولی میخوام بگم که ولوم شما از نصف هم کمتر از اون باشه. اون رفتار صمیمی رو داشته باشین، ولی دیگه مثلا شوخی شرسنی با هم نکنین. این جور آدما یکی از نشون اینه که تنها سر بازدید نمیان اگر هم تنها بیان اون آدم قبل نیستن بنابراین همیشه یا خانومشون همراهشونه یا یکی از دوستاشون همراهشونه یا اینکه یکی از همکاراش اومده یا فرزندش همراهشونه بنابراین شما باید اینو لحاظ کنین که با این دسته از مشتری ها حتما حتما بتونید کمکشون کنین تصمیم گیری بهتری بکنن اصولا این تایپ آی خیلی تو تصمیم گیری قوی نیستن و اینجاست که شما باید خودتون کمکش کنید اون فایله که دیدیم ایرادش این بود این خونه مسئلهش اینه اصلا اما نیستن که با دیدن یه خونه قانع بشن ولی تعدد خونه هم نکنین این کارو یعنی سعی کنید هم اگر لطف کنین و ویدیوی گل کردن و اینجا میذارم لینکش هم میذارم این ویدیو رو ببینین این تکنیک گل کردن خیلی با این دسته از مشتری ها به درد میخوره در واقع شما وقتی که با اینها صحبت کنید، تو خیلی تو فکر قرارداد نیستن و بیشتر دارن خاطره صحبت میکنن گرم صحبتن لالوی اون حرفا چهار تا دیگه هم در مورد خونه میزنن من میخوام این پیشنهاد رو به شما بکنم برای اینکه مدیریت اینجور مشتری ها دستتون بیاد و بدونید چجوری باید باهاشون کار کنید سعی کنید مدام صحبت رو برگردونید سر ملک اشکال نداره خاطرش رو تعریف کنه شما هم بخندین گپشو بزنه قرش و همه چی گرون شده تخم مرغ اینا آره رو بگه اشکال نداره ولی شما مثلا بله همین طوره حالا دست نجانبونی خونه هرم از دست میدی یا این آپارتمان مثلا الان تو گرون شدنه یا الان بازار ملک اینجوری ماجرا اذیت میکنن زودتر تصمیم میگیرون خونه ای که دیدیم چطور بود خب حالا این خونه ای که دارم بهت نشون میدم اینجوره یعنی سعی کنید با اینجور تیپ افراد شوختب و بزلگو در عین حال مدیریت صحبت رو مدام برگردونین به این کار توی تصمیم گیری کمکش کردن اینه خب حتما که کسی هم باشه این اصلا اینجور آدم ها محاله یا خیلی فرض نزدیک به محاله که تنها بیان معمولا کسی که همراهشونه خیلی اثر گذاره روی این که بتونه خرید انجام بده بنابراین از اینکه بعضی وقتا روی صحبت رو با طرف دیگه بکنین و ایشون رو هم همراه کنید در زمینه ملک خیلی خوبه وقتی خانوماشون هم دیدی خانومه یه حقور میزنه بابا بسته بیا حواست به خونه باشه خب اینجور موقع شما هم کمک کنید تا بحث برگرده سر صحبت خونه روی تایپ آی بچه ها توی اتاق قرار داد خیلی تمرکز ندارن توی اینجور موقع سعی کنید بین دو طرف خریدار و فروشنده یا موجر و مستجر یک شباهتی یک نزدیکی پیدا کنیم مثلا از اینکه جفتشون در یک شهر به دنیا آمده باشن یا بچه یک استان باشن یا همزبان باشن اگه هیچ چی رو پیدا نکردید همین نقطه اشتراک که هر دو بچه محل هستن و از این محل خوششون اومده تو این خونه تو این محل خونه ای خریدن یا خونه ای دارن که دارن اجاره میدن و اون میخواد اجاره کنه یا بخره نقطه افتکار پیدا کنید از دو قطبی ها بترسید نپرسین شما اصولگرای این اصلاح این شما پرسپولیسی هستین شما استقلالی هستین اینا اثرای عکس داره و نمیتونه اثر خوبی برای قرارداد شما داشته باشه بنابراین پیشنهاد میکنم با این دسته از مشتریا کماکان اه سعی کنید تمرکزشون رو بیارید روی قرارداد برخلاف اون چیزی که فکر میکنین خیلی سخت کمیسیون میدن بنابراین قبل از قرارداد حتما حتما به عنوان یه بخشی از هزینه ها کمیسیون حرفاتون بزنید دیده شده بینشون دور بزنن مشاور رو بنابراین سعی کنید که اصلا در تحت هیچ شرایطی انقدر رفیق نشین که بعدا نتونید کمیسیون بگیرید نکته دیگه که میخوام بگم و تمومش کنم یکی از مشتریام چون میدونم آدم بسیار خوبی هستش ناراحت نمیشه خاطرش رو تعریف کنم همسر معلم دختر من اومد که گفت برا من یه آپارتمان پیدا کن و ببین یعنی ما وقتی میرفتیم سرویس تا بیایم از همه چی صحبت میشد میدونست منم فوتبالی هم نقد پرسپولیس در 20 سال گذشته رو با هم انجام میدادیم ولی خب من مدام سعی میکردم که صحبت رو برگردونم و میگم تصمیم گیرنده خانوم بود یعنی واقعا مردی بود که به خانوادهش احترام میذاش و میذاش که حرف آخر خودش بزنه و میگفت چشم برای همین خیلی راحت تونستیم با همدیگه به توافق برسیم و فقط براش این رو کمک کردم خونش رو به یه قیمتی رسوندم که بتونه بفروشه و آپارتمانی که پسند کرده بود رو به یه قیمتی رسوندم که بتونه بخره توی اون لحظه کمکش کردم و گفتم این تصمیم بهترین تصمیمه. تا فردا وقت میدم برو کاراتو بکن اگه نظرت بود بهت زنگ میزنم که بیایم قرار داده بنویسیم لای صحبتات اینو میخوام بهتون بگم حالا اینی که گفتم تیک کلامه میتونید فرصت رو دو آپشنه کنید فردا بهتون زنگ صبح زنگ بزنم یا بعد از ظهر یه شنبه زنگ بزنم یا دوشنبه. معمولا ما آدما اون ویدیوی تفکر لنگری رو ببینیم اول لنگر میکنیم رو اونی که نزدیکه این ویدیو خیلی ویدیو خوبیه خیلی میتونه کمکتون کنه تو صحبت کردن با مشتری و باش قرار گذاشتیم و خدایش قرار داده شد و خیلی هم محبت داشت علاوه بر کمیسیون به من شیرینی هم داد که یکی از خاطرهای خوبمه امیدوارم چراغ خونشون روشن باشه و حالا حالا مشتری ما هستن انشالله سخابه و چارخابه خواهیم کرد خیلی خوب بچه ها میخوام ویدیو طولانی نشه در بهار 1401 هستیم تبریک میگم بهتون انشالله قرن جدید سال جدید پر از برکت و سلامتی و شادی باشه دو تا ویدیوی دیگه از دو تا تایپ شخصیتی دیگه هست که میخوام بهتون بگم لطفا اونا رو ببینید با کامنت ها و نظرها و لایکاتون ما رو حمایت کنید خیلی مخلصیم جیبتون پرپول حالتون خوب دمتون گرم